8 ژانویه در سومین سالگرد سقوط هواپیمایی اوکراینی که توسط موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و در آن جنایت آشکار 176 انسان بیگناه جانشان را از دست دادند، مراسم یادبود و شمع‌افروزان در شهر تورنتو، در سالن مریدیان و در میدان ملاستمن برگزار شد. در این مراسم جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی، عبدالله مهتدی و بسیاری از مقامات و شخصیت‌های ایرانی و کانادایی نیز حضور داشتند. با درود خدمت بینندگان تلویزیون ITC ایرانیان تیوی کانادا، در خدمت هنرمند عزیزمون هستیم آقای بابک امینی. سلام خدمتتون عرض میکنم آقای امینی و ممنون از اینکه به ما وقت دادین. من فقط میخواستم نظرتون رو بپرسم که چه توقعی از جوامع جهانی باید داشته باشیم، چه حرکتی باید بکنن در مقابل این جنایات ناعادلانه. درود به شما و بینندگان برنامه شما، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و تسلیت به تمام ایرانی ها که این روزها رو دارن سپری میکنن. این خشم، این درد، این غصه در حافظه تاریخی دنیا خواهد ماند. همه چی ثبت شده و مطمئنم این جنایتی که داره میشه در ایران هیچ کشوری، هیچ ملتی فراموش نخواهد کرد و ما 100% حقمون رو پس خواهیم گرفت. الان با سوشال میدیا، اخبار، همه جا همه میدونن که چی داره میگذره در کشور ایران و این حکومت فاشیستی چی کار داره میکنه با جوانای مردم ما. من فکر میکنم حداقل کاری که برای ساپورت میتونن کشورهای دیگه انجام بدن اینه که سفرای ایران رو از کشورشون اخراج بکنن و سفارتخونه های ایران رو به طور کامل ببندن. این حد اقل کاریه که میشه کرد و توقعیه که ما داریم از کشور. با درود و سپاس خدمت شما و بیننده های تلویزیون شما و تمام ملت ایران، ملت درد کشیده ایران به خصوص این ایام. دلیلی که امروز اینجا جمع شدیم، خب سالگرد سوم در حقیقت کشتار پرواز 752 هست که دقیقاً 8 ژانویه 3 سال پیش بود و هممون عزادار شدیم، یه ملت عزادار شد، تورنتو از همه بیشتر عزادارتر شد چون خیلی فرزندای غیور و تحصیل کرده کشورمون تو این پرواز بودن و به هر حال یک همبستگی از اون تاریخ خیلی بیشتر بین مردم ما ایجاد شد، بین دقیقاً تونستیم حامیان بچهای ایران باشیم، اینجا باشیم و بعد کشتارهای بعدی و بعدم که دیگه این ایام دیگه دقیقاً بعد از کشتن مهسای امینی عزیز و مهساهای دیگه و عزیزان دیگه، کیان پیرفلکی و دیروز که این دو جوانی که اعدام شدن، کرمی و محمدی و همه و همه، دستگیری افراد صادق، به نظر من به هر وظیفه هر ایرانیه به ویژه هنرمندا که در این زمان حساس در کنار مردمشون باشن، پشت مردمشون باشن. من به عنوان یک کسی که کار فرهنگی میکنم وظیفم اینه که از این طریق حمایت کنم، باشم، بخونم، حمایت مالی بکنم و پشت هم باشیم و وقت تفرقه و وقت در حقیقت ایجاد در حقیقت که دوگانگی بین هموطنانمون نباشیم، جلوی آدمایی هم که واقعا مزدورن، قاتلن، پول مردم خورن و با پول جوانها و کشور ما آمدن اینجا و دارن راست راست راه میگردن و افراد صادقی که زحمت کشیدن و دارن افشا میکنن اونا محکوم میشن و اینا راست راست راه میگردن و بعد خیلی راحت اسپانسر خیلی برنامه ها میشن، جلوی اونا هم بایستیم. من به عنوان یه آدم مستقل که همیشه واقعا مردم رو دوست داشتم، کوچکترین ذره تو این فضای هنری هستم و خادم مردمم. از شما و تلویزیونتون هم ممنونیم که همیشه در ساعت حساس و لحظات حساس در کنار مردمتون هستین. سپاس. ممنون از شما. مرسی. کشورمون رهایی، هر جا که هستیم حداقل یک آزادی نسبی برای جوانهامون باشه به خاطر یک حرف، به خاطر یک مسئله نکشنشون و همین. مرسی. من فکر میکنم که نقش جامعه جهانی در این انقلاب اخیر بسیار مهم بوده،
چیزی بوده که تا به حال اتفاق نیفتاده، گرچه فکر میکنم که به اندازه کافی هنوز این نقش ایفا نشده. درسته که به هر حال سانکشن ها و سانکشن های هدفمند به ایران تحمیل شده به جمهوری اسلامی، ولی فکر میکنم که الان موقعش هست که سفرا رو فرا بخونه کشورهای غربی و فشار بیشتری رو روی جمهوری اسلامی بذاره، چون این تنها راهی هست که میشه صدای مردم ایران رو به گوش جهان رسون و یک حمایت عملی پشتشون گذاشت تا انتهای این کابوس سیاه 44 ساله. بله، در مورد فشارهای بین‌المللی جناب زرین‌پور خیلی مهمه، به این معنا که کامیونیتی بین‌المللی فشارهای مختلف دیپلماتیک و سیاسی و حتی اقتصادی بر روی رژیم بیاره ارتباط با نقض حقوق بشر، ولی در نهایت ما میخواییم که رژیم عوض بشه. هیچ کسی در ایران، اکثریت غریب اتفاق مردم ایران میخوان که رژیم جمهوری اسلامی تمام بشه. این آخر به اصطلاح این رژیم هست. ما میخواییم که با نظام دموکراتیک سکولار جایگزین بشه. اینترنشنال کامیونیتی باید این خواسته مردم ایران رو حمایت بکنه. در درجه اول اونایی که روابط دیپلماتیک دارن باید سفیران خودشون رو از ایران فرا بخونن. این اقدام خیلی مهمیه در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ایران. این اقدام اولیه و اساسی است که اینترنشنال کامیونیتی میتونه انجام بده، با فراخواندن سفراشون از ایران، با اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهاشون و در ضمن با اخراج به اصطلاح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل. اونها نماینده مردم ایران نیستند، باید نمایندگانشون از سازمان ملل اخراج بشه و حق رأی از جمهوری اسلامی گرفته بشه. اینها خواسته هایی است که ما داریم در روند مبارزمون، در روند به اصطلاح حرکت مردم ایران، انقلاب مردم ایران برای جایگزینی رژیم اسلامی با یک نظام سکولار و دموکراتیک. Good afternoon, Mr. Turian. Thanks for giving us the time. I just want to ask you one question. What do you think about this crime they've done 3 years ago? And what do you think about the situation they're still continuing to do all these, kill all these innocent people? And what can we expect of Canadian government to do for it? Well, I commend the Canadian government for taking a strong stand, but I think there's more that we could do, and I will just say for myself, as the mayor of Toronto, the biggest city in the country, I will support any additional measures the government wishes to take, because it's very clear that what we've done so far has not caused the government of Iran to change their behavior. As recently as I think today, they've executed two more people, and they execute people who are trying to help others. I mean, they hold in detention doctors who are trying to treat people injured when they're protesting. You know, here we would hold you in contempt if you didn't treat those people. That's that, and so I just think there's more we must do. And I will just say that whatever options are in front of them, if they take additional action against the government of Iran, I will support that, because there is still justice to be found here, both in respect of the plane crash, of course, the plane attack in particular, but also in respect of these other matters that go on that show a complete disregard for human rights. Well, today we grieve with the families of the PS Flight 752. They lost loved ones, mothers, fathers, sisters, brothers, wives, husbands, sons and daughters, and first and foremost, our hearts are with the survivors today who remember their lost loved ones. Secondly, we have to redouble our commitment to impose consequences on the regime and to prosecute those who carried out this terrorist attack. That means pushing harder at the International Criminal Court and the International Court of Justice. It also means criminalizing the IRGC as a terrorist organization, so that its agents can no longer operate freely, raise funds, coordinate, and recruit here in Canada. And finally, conservatives want law enforcement to investigate members of the regime and the IRGC who are operating freely in Canada with the stolen plunder of the people of Iran, who are intimidating members of the diaspora community and interfering in our politics. All of that must end, and that will mean, where possible, prosecuting and expelling members of the regime and the IRGC who are operating here. What can Iranian community expect Mr. Justin Trudeau to do more, to act more? Well, he has the power to, the Prime Minister has the power to criminalize the IRGC today. He has that power in law. It's just a decision he has to make.
and we call on him to make that decision now. در خدمت آقای معتدی هستیم و چند وقت پیش یه پستی از شما دیده بودیم که همبستگیتون اعلام کردین. تشکر میکنیم. شما فکر میکنین چه فشارهایی باید ما به دولت‌ها بیاریم تا این انقلاب زودتر به رسمیت شناخته شه و این قتل‌های ناعادلانه استاپ بشه؟ خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. اجازه بدید قبل از هر چیزی من بگم من از کردستان ایران، از سرزمین ژینا مهسا امینی میام و حامل پیام همبستگی اونها و به خصوص مرکز همکاری احزاب کرد هستم برای جانباختگان هواپیمای اوکراینی و برای همه جانباختگان و دادخواهانی که توسط جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند. من فکر میکنم بهترین پاسخی که میشه به جنایات جمهوری اسلامی داد در واقع اتحاد و همبستگی بزرگیه که باید در ایران شکل بگیره. گرفته، فقط مراحل آخرش رو داره میگذرونه. امیدوارم و میتونم بگم اطمینان دارم در صورتی که این همبستگی به اندازه کافی گسترده باشه، محکم باشه، ما پیروز خواهیم شد. وقتی که سه تا چین نکا دارم، جیرک و خارک، سه تا، فقط شمالی ها اینو میفهمن، گوش کنید. سه تا چین در مورد بچه هاش اینو خوند، گفت سه تا چین نکا دارم، خجیر و خارک، عطار غشنیک بورده، عطار شالک. اون عطایی که خواسته بخونه بهارک، بدیمه که کنوون زنه کتارک. یعنی چی؟ یعنی سه تا بچه هم دارم، سه تا جوجم، یکی رو کلاغ برد، یکی رو شغال برد، اونی که موند تا آواز بهار بخونه کتارک زنه. یعنی داره جون میده. مردم ایرانن. پریسا رفت، ریرا رفت، یکی رو تو آسمون زدن، یکی رو تو زمین زدن. اونی که مونده هم داره نفس نفس میزنه زنده باشه. ولی شما میخوام بگم امید دادین و مادر خیلی ها شدین. حامد پریسا و ریرا رو از دست داد ولی یک عالمه ایران رو بهشون امید داد. من که دور گردم، من که دست خشت مش مار دست مادر منی، می جان ماری که من برای 10 سال کشه نایتمه، من ته دور گردم. هیچ وقت بر من نکن، برای ریرا و پریسا افتخار اکن که بهشون الان بین الگو و دادخواهی و تمام مردم شما رو اشننن. یه چیزی بگم جان دل باش، کاشش که بهش افتخار نمیگم ولی زنده بودم. جونم دوم کاش ناشنام سبز فروش بازار روز بودم ولی بودم. دوم عزیز دل، کاش بودن میدیدن که الان مردم ایران بعد از 40 سال متحد شدن، بعد از 40 سال و دارن این ستونایی که رو تن بیجانهایی که 40 سال کشته شدن خیمه زده بودن رو دارن میلرزونن. من میدونم پریسا بود افتخار میکرد به مردم ایران. میدونم، اصلا نمیتونم بگم. میدونم همه بچه ها رفض کنه، خدا انشالله پسرم، عروسم، دخترم، دارم و بقیه رو حفظ کنه انشالله. خدا خودتون رو نگه دارم. بچه ها دلشون همین شکرده، من پسرم میدونم، دلم ریش. منم برادرم علی میفهمم وابستگی ما برادر خواهرها خصوصا ما توی شمال. برار کوهه، برار کوهه، برار پشت اسکنه تو تونی همه جا جنگ کنی، تو بیشه تونی بوری. میدونم کدوم بگم، پرنیانه بگم، بچه‌ام جان دلم، جانم پر قربون دل شکستتون برم، میفهمم. ولی به هر حال یه ملت پشتتونن و کنارتون قوی باشی. جای برادرم شما رو بغل میکنم جانم. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بعد تو تام فش فشه اخون باید گم بشه. منم تو وقت کشه باید من چه میتونی بگیرم؟ مگه من اینجا اعلام خود مختاری کنیم ما زندگی آزادی؟ بله بدی؟ بله دارم و بهتون افتخار. دلیل حضور من مادریه که اینجاست با عصایی که مطمئنم خیلی از مادران دادخواه و داغدار ایران میفهمن. مادر پریسا، مادر بزرگ ریرا و مادران و پدران و خانواده هایی که همین 3 سال پیش عزیزترینشون توی همین خیابونا، تو همین تورنتو، در شهرهای مختلف کانادا خوشبخت زندگی میکردن، دور یک میز شام در مورد آخرین اتفاق ایران حرف میزدن، مدرسه میرفتن، دانشگاه میرفتن، عاشق میشدن. ولی الان کف این خیابونا جای اونها خالیه. اما این دادخواهان، خانواده های هواپیمای اوکراینی، با اینکه داغدار بودن غمشون رو تبدیل به قدرت کردن.
منم اومدم اعلام همبستگی بکنم برای اینکه در تمام این سالها نگاه کردم که خانواده های دادخواه هواپیمای اوکراینی فقط برای عزیزانشون گریه نکردن، برای آبان گریه کردن، برای آبان دادخواهی کردن، برای کردستان، برای بلوچستان، برای متروپول، برای زاهدان. و این همدلی، این اتحاد، این همبستگی رمز پیروزیه که جمهوری اسلامی رو میترسونه. اومدم برای اینکه آقای ترودو نقش مهمی داره، نخست وزیر فرانسه نقش مهمی داره در معادلات سیاسی، و اگر هم هممون میدونیم ما ایرانی ها که اگر کانادا و آمریکا اعلام نمی‌کردن که این هواپیما رو موشک‌های سپاه بی‌رحمانه زده کشته، مطمئناً خود جمهوری اسلامی هم اعتراف نمی‌کرد. بنابراین ما کسانی که اینجا قرار گرفتیم می‌خوایم کنار آقای اسماعیلیون و خانواده‌های کشته شدگان فشار بیاریم به دولت کانادا که سپاه رو در لیست تروریستی بذاره و سال آینده سال عمل کردن به وعده باشه، نه حرفای تو خالی. سال عمل به وعده و منزوی کردن خامنه‌ای، درست همان گونه که جهان پوتین رو منزوی کرد. بخواهیم کرد. ببینید، من همینجا با آقای ترودو یه نکته خیلی ساده‌ای رو اشاره کردم و بهشون گفتم که 4 سال پیش در پارلمان کانادا از شما خواهش کردم که سپاه رو تحریم بکنید. وزیر خارجه‌شون هم بود و بهشون هم گفتم من تو وزارت خارجه 4 سال پیش حضور پیدا کردم و به شما گفتم که سپاه تروریست، کف خیابون آدم میکشه. وقتی که دولت‌های غربی فقط حرف بزنن، نتیجه این میشه که همون سپاه شلیک میکنه به شهروندان کانادایی. در واقع ما باید کاری بکنیم، به تمام رهبران جهان ثابت بکنیم که مردم ایران کف خیابون نیکا و سارینا، کسانی که کشته میشن، نوجوانا، برای فقط ایران نمیجنگن، برای دموکراسی و برای نجات دادن تمام کشورهای دموکراتیک از شر یک ویروس بزرگ به اسم جمهوری اسلامی می‌جنگند. بنابراین اگر ما تبدیل نکنیم جمهوری اسلامی رو، یعنی نشون ندیم به جامعه جهانی که این یک خطر برای خود شما هم محسوب میشه، کما اینکه همین الان داره مردم اوکراین رو میکشه، شاید اونا کاری برای ما نکنن. تلاش‌های خانواده‌های هواپیمای اوکراینی بسیار موفقیت‌آمیز بود، گامی که آقای ترودو برداشت موفقیت‌آمیز بود، اما گام بعدی اینه که جامعه جهانی می‌خواد ما رو هم متحد ببینه، که همونطوری که حالا شما اشاره کردید به اون توییت مشترک، گام بعدی باید این باشه که خود آقای اسماعیلیون، آقای پهلوی، خانم عبادی، علی کریمی، نازنین بنیادی، گروه‌های کرد، بلوچ، از اتنیک‌های مختلف متحد باشن، سازمانی رو تشکیل بدن که بشه دیدار کرد با کسانی مثل مکرون، رهبرای کشورهای 7، آقای ترودو، و به اونها گفت ما سال جدید از شما عملگرایی می‌خوایم، جمهوری اسلامی رو برای همیشه منزوی کنین، انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسید، دیپلمات‌ها رو از خاک کشورهای غربی اخراج بکنید و سفراتون رو فرا بخونید، انقلاب ایران، مدرن‌ترین انقلاب، به رسمیت اگر نشناسید تاریخ شما رو قضاوت خواهد کرد، ولی عملگرانه. تا ما متحد نشیم رهبرای کشورهای غربی هم متحد نخواهند شد. این رمز پیروزی ماست. ببینید، جمهوری اسلامی همه چیز رو از ما گرفت، زندگیمونو، خانواده هامونو، تو آسمون، تو زمین، تو مدرسه، هر جا، تو زندان، بالای چوبه دار، فامیلامونو گرفت. من اینجا ایرانی‌ها رو دارم نگاه میکنم، هر کدوم از شما عزیزی توی ایران دارین، همه رو از ما گرفتن ولی امید رو نگرفتن. من امید دارم همه کسایی که مردم اسمشون رو میارن، همه افراد خردمند و دانایی که میتونن و دلشون برای ایران میسوزه، متحد بشن و عملگرایانه سازمانی رو تشکیل بدن که جامعه جهانی با سازمانهای اشتباهی وارد مذاکره نشه. بنابراین امید دارم که همه افراد کنار هم قرار بگیرن، هم اپوزیسیون داخل ایران متحدن. بذارید رک بگم، اپوزیسیون داخل ایران کیه؟ همون 14 نفری که بیانیه علیه خامنه ای امضا کردن، همون زنان معترضی که علیه حجاب اجباری گفتن ما دیوار برلین خامنه ای رو فرو می‌ریزیم، همون حسین رونقی و مجید توکلی و نرگس محمدی و نسرین ستوده و فاطمه سپهری و خانم ناهید شیرپیشه و خانواده بختیاری و اسماعیل بخشی و آقای مدنی و تمام کسانی که از گروه‌های مختلف گفتن ما کف خیابون با همیم، ما هم اپوزیسیون خارج کشور باید متحد بشیم تا جامعه جهانی رو همراه بکنیم که انقلاب ما رو به رسمیت بشناسه.